با عرض سلام به دوستان عزیز این تلویزیون و برنامه های تلویزیونی، من ناصر شاهین‌پر هستم. دوست دیرین و عزیزم آقای علیرضای نوری‌زاده چندی پیش از من خواست که من بیام در این تلویزیون و برنامه تاریخ رو به عهده بگیرم، در حقیقت بازگو کردن تاریخ رو، خواندن تاریخ و بازگو کردنش، برای اینکه من مورخ نیستم، من خواننده تاریخ هستم. در گذشته در تلویزیون‌های دیگری من 300-400 برنامه درست کرده بودم و پخش شده بود یه تعداد بسیار زیادیش، از آغاز تاریخ ایران، قبل از آغاز هخامنشیان، قبل از مادها، کوچ آریایی‌ها به ایران. اما تمام این داستان‌ها علاوه بر جدا از جذابیتش برای خواننده یا بیننده، چیزی دستگیر آدم نمی‌شد که آیا ما مردم چه ارتباطی با اون ایام، اون مردم و اون حوادث داشتیم. بنابراین تصمیم گرفتم که بیام از تاریخ نوین ایران کار رو آغاز کنم. تاریخ نوین ایران به اعتقاد من از آغاز دوره صفوی است. خب دوره صفوی زمانیه که ایران صاحب یک دولت وحدت ملی میشه و داستان ملک و طوایفی و جنگ‌های خانگی و اینها سپری میشه و یه مقدار این مملکت با شعارهای مشخص و اهداف مشخص سرپای خودش میسته. دلیل دومی که این دوره رو انتخاب کردم این بود که درست از همین زمان مردم مغرب زمین شروع کردن به سرعت به جلو رفتن، از نظر مسائل علمی، اکتشافات، اختراعات، مسائل اجتماعی، قوانین، نوع حکومت‌ها، همینطور دستخوش تغییر و تحوله. ولی ما در ایران در یک مرحله ایستایی قرار گرفتیم و از جامون تکان نمی‌خوریم و متوجه تحولات بزرگ دنیا نیستیم. چرا؟ برای اینکه این دوره مردم ایران وارث یک خاطرات تاریخی هستند، وارث یک عوامل بزرگ تاریخی هستند که این عوامل بزرگ تکلیفشون رو از جهت شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، اخلاقی و ادبی و هنری و فرهنگی به طور کلی تعیین کرده، شکل گرفته. دیگر حالا این ایرانیان، ایرانیانی نیستند که در مقابل عرب ایستاده بودند و خودشون رو نشون دادند. بحران و انحطاط در یک زمان 500-600 ساله در ایران رخنه کرده و توسعه پیدا کرده و ایران آغاز صفویه رو ساخته. بنابراین من بدون این بکراند ها، به قول شما فرنگی ها، نمیتونم حرفم رو شروع کنم. من مجبورم که یه قدری برگردم به عقب ببینم که این ملتی که امروز آمده و دارای یه حکومت ملی و یا یک وحدت سیاسی شده، در 400-500 سال گذشته چه بهش گذشته؟ چرا هنوز در خواب غفلت و چرا تحولات شگفت جهان خارج از خودشو اصلا نمیبینه و باش آشنا نیست؟ مجبورم به عقب برگردم. این عقب گرد میتونه منو انقدر عقب ببره تا برسیم به دولت‌های ملی قرون چهارم و پنجمی که در ایران تشکیل شده بود و چه کمک‌هایی این دولت‌ها کردن به فرهنگ ایرانی و فرهنگ ایرانی چه رشد عظیمی کرد و چه شد که این از بین رفت. اولا وقتی که من این صحبت رو میخوام شروع کنم، میدونم مسلماً تعداد بیشماری از هموطنان من هستن که به طور راسخی اعتقاد دارن که ملت ایران رو و تاریخ ایران رو حمله عرب زده، لت و پا رو نابود کرده و بعد از حمله عرب ما دیگه اون ایرانیای سابق نیستیم. اصلاً این چنین نیست. اولا بهتون عرض کنم من شخصاً آدم لائیکی هستم، من دین ندارم، طرفداری نه از اسلام، نه مسیحیت، نه یهود، هیچ این حرفا در کار من نیست، هیچ تعصب دینی هم ندارم. اما مقایسه باید بکنیم
اون چی که بر سر ایران آمده، هجوم هایی که به ایران شده از طریق عناصر خارجی، کدومش بیشتر به ما لطمه زده؟ کدومش بیشتر ما رو خانه خراب کرده؟ کدومش بیشتر ما رو از خودمون توهی کرده؟ عرب وقتی به ایران حمله کرد، در حقیقت به ایرانی حمله کرد که اون حکومت، اون امپراتوری بزرگ ساسانی از تو پوسیده بود، پوکیده بود، فرو ریخت. آقای یزدگرد سوم وقتی که از آخرین جنگش عقب نشینی کرد، 10 سال در ایران مسافرت کرد، به تمام شهرهای بزرگ ایران اون کاروان عظیم شروع انداخت برد، کاروانی که توش 3000 تا زن بود و 3-4000 تا ندیمه و خدمتکار بود. به اصفهان رفت، به شیراز رفت، یعنی به استخر رفت، به کرمان رفت، به سیستان رفت، بعد اون خطه رو گرفت رو به شمال تا مرو رفت. 10 سال این سفر رو ادامه داد. چرا؟ برای اینکه از بزرگان ایران، از حکام محله ایران کمک بگیره، سپاه جدیدی به وجود بیاره و در مقابل دشمن بیسته. هیچ کس بهش کمک نکرد. چرا این حکام بهش کمک نکردند؟ چرا این آقا بی جواب موند؟ برای اینکه به اندازه یک پادشاه صاحب قدرت قابل توجیه پذیر نبود، مورد مقبولیت واقع نمیشد. نظام به طور کلی نظامی بود که در مقابل یک شعارهایی، راست یا دروغ، شعار برادری و برابری با آسانی میتونست فرو بریزه. چرا؟ برای که این برادری و برابری در این امپراتوری عظیم ساسانی مطلقا وجود نداشت. شما اگر علاقمند باشید که به این حرف برسید و دلایل این حرف رو پیدا کنید، باید مطالعه کنید نامه های تنصر رو، نامه هایی که در آغاز دوره ساسانی زمان اردشیر بابکان تنصر نوشته به اسپهبدان مازندران که ما نظامات مملکتی رو چگونه حفظ میکنیم و چگونه طبقات رو نگه میداریم و چگونه اجازه نمیدیم که هیچ فردی از طبقه خودش بیرون بیاد و طبقه دیگه بره. اما داستان به این شلیام نبوده، داستان به این سادگی هم نبوده. من براتون یه مثال کوچیک بزنم، اون این است که میدونید که از زمان ساسانیان کتابهای بسیار بسیار زیادی به وسیله ایرانیان که غرور ملیشون رو میخواستن احیا بکنن به عربی ترجمه شد در 200 سال اول یا 300 سال اول دوره اسلامی. یکی از این کتاب ها گاهنامه است. این گاه، کلمه گاه رو ما امروز در معنای دیگری ازش استفاده میکنیم، معنای زمان ازش گرفتیم. مثلا به تقویم هم میگیم گاهنامه، حالان که وقتی به عربی ترجمه شد، ترجمه شد جاهنامه، یعنی مقامنامه. در حقیقت معنی درستش هم همان بود، برای اینکه محتویات این کتاب فقط و فقط داره محدوده‌های قشرهای مختلف اجتماعی رو میگه و قوانینی که سبب میشه هیچ کس از این قشری که هست نتونه بیاد بیرون بره به قشر بالاتر. در این کتاب گاهنامه مردم ایران به 600 قشر تقسیم شدند. این اقشار رو براشون حدود مالی تعیین شده، حتی تعیین شده که چه اسبی سوارشن، یا اسب سوار نشن اصلا، قاطر رو یا الاغ سوارشن، زینشون چه شکلی باشه، این آدم ها کمربندشون چه شکلی باشه، کلاهشون اگر مثلا یه آدمی کفاش هست و یه آدم های کفاش بر اساس آیین نامه های این کتاب میباید کلاه 15 دیناری سرشون باشه، هیچ کفاشی حق نداره کلاه 20 دیناری سرش بگذاره. اگه یک کفاش خوب کفاشی کرده و بیشتر از کفاش این ور اون وریش پول در آورده، بخواد که سردر خونش رو تغییر بده، مثلا سنگی کنه، حق نداره. این کاست فشرده مستحکم به این شکل تمام مردم رو در یک چهاردیواری هایی در زندان نگه داشته بود. یک،
مثل همه موارد در تمام تاریخ‌های جهان، نه ایران، همه جا، تاریخ اروپا، آمریکا، هر جا، هر جا. حالا آمریکا که کشور جدیدیه، ولی کشورهای قدیمی دنیا، مبلغین دینی که میان با دولت همکار میشن و سازمان دین و دولت به وجود میارند، تمام ثروت ها رو جمع میکنن به طرف خودشون و تمام ثروتمندان بزرگ دنیا همین موبدان شده بودند. ثروت های این سرزمین تقسیم شده بود بین اشراف، دهاقین بزرگ، زمینداران بزرگ، تیولداران بزرگ که سپاه میدادند به شاه و خودشون در دربار سکونت داشتند، و موبدان، آتشکده ها. حالا آتشکده ها یه نزوراتی هم داشتن برای مردم درویش و نمیدونم این حرفا، باز اینا هم تو آثار خودشون هست، میشه خوند اینا رو فهمید. بنابراین یه همچین مردمی در مقابل شعار برادری و برابری و مساوات و این حرفا، معلومه که از این همچین شعاری استقبال میکنه. من نمیخوام الان عرض کنم که مردم ایران اسلام رو به اکراه پذیرفتند یا ازش استقبال کردند، هر دو موردش بوده. اونی که به اکراه پذیرفتند، گله به گله مردم با عربه جنگیدند در نقاط مختلف، تمام گزارشاتش هست، در سیستان، در قم، در اصفهان، در اهواز، نمیدونم همه اینجا گزارشاتش هست که ارتش مزمحل شده رفته، سواران ساسانی رفتن دنبال کارشون و این مردمن که از منطقه خودشون در مقابل عنصر خارجی میخوان دفاع کنن، میجنگن، کشته میدن، کشته میشن، شکست میخورن، صلح میکنن، قرار میذارن که جزیه بدن، مالیات بدن و بعد عربه که میره میزنن زیر قولشون، مقاومت مخوان بکنن، دو مرتبه اون میاد، دو مرتبه به طرز فجیع تری میکشه. خب این مواردی است که اون وقت عربی میاد یه قوانینی هم میگذاره، میگه که اگر یه فردی از یه خانواده مسلمان شد، خواهر برادراش دیگه از ارث محروم میشن، پدر خانواده که مرد تمام ارثش میرسه به اون فرزند مسلمان، در نتیجه اون خواهر برادرها به خاطر اینکه از ارث محروم نشن میان میرن مسلمان میشن. این موارد زیاده، اما مواردی که از اسلام استقبال شده در دل حکومت ساسانی هیچ وقت گفته نمیشه. چرا گفته نمیشه؟ برای اینکه ما ایرانی ها عادت داریم تاریخ رو اونجور که دلمون میخواد بخونیم، اونجور که ما رو خوشحال میکنه بخونیم. ما همیشه این تاریخ تاریخ غلطیه، همیشه این تاریخ تاریخ ناقصیه، حداقل واژگونه است گاهی اوقات. اگر یادتون باشه در زمان انوشیروان، ارتش ایران، سپاه ایران یمن رو تصرف کرد و پیوسته مرزبانان ایرانی بودند که در یمن حضور داشتند و یمن رو اداره می کردند. در زمان خسرو پرویز، موقعی که پیغمبر اسلام نامه هایی می نوشت برای سلاطین دنیا و اونها رو به اسلام دعوت می کرد، یه نامه نوشت برای خسرو پرویز که خسرو پرویز ظاهراً نامه رو می گیره پاره می کنه و به این پیغمبر، پیام آور، ایلچی، حالا هر کسی، بدی بیرا میگه و بیرونش میکنه. رومی ها هم همین کاره میکنند، امپراتور روم هم نامش رو پرت میکنه براش رو ردش میکنه. یه نامه هم نوشته بوده برای مرزبان های ایرانی در یمن که اون مرزبان ها دو نفر بودن، فیروزنام و شاهین نام. این دوتا یمن رو با یه سپاهی که در اختیار داشتن اداره میکردن، به اضافه اتحاد با چند قبیله یمنی. به طور طبیعی مردم یمن هم از اینها بسیار بسیار راضی بودند، چون اینها بسیار با عدالت رفتار کرده بودند، بسیار مردمی رفتار کرده بودند و آثار تاریخی یمنی ها نشون میده که پیوسته یمنی ها از ایرانی هایی که در اونجا حکومت میکنند سپاسگزارند، متشکرند، در مقابل حبشی هایی که حمله کرده بودند اونجا رو گرفته بودند و جوجه. نامه پیغمبر برای این دو نفرم میاد، این دو نفر اسلام رو میپذیرند. توجه داشته باشید در زمان خسرو پرویز، آغاز کار محمد، و مسلمان میشن و مردم یمن رو تبلیغ میکنن و مسلمان میکنن. اولین دولتی که اسلام میپذیره
در حقیقت یک شعبه دولت ایران بوده. چرا اونا این کاری میکنند؟ برای اونا پوسیدگی و پوکیدگی این سازمان، این ارگانیسم اتحاد موبد و شاه رو بهش پی برده بودن، میدونستن این دیگه قابل دوام نیست، منزجر شده بودن از این بساط که این کار کردند. اینا کارگزاران شاه ایرانن، ولی یک مرتبه مذهبشون رو عوض میکنن، مسلمان میشن. آنچنان صمیمانه اینا مسلمان میشن که وقتی یک پیغمبر دروغین به وجود میاد در روزهای آخر عمر رسول خدا به نام اسود انسی، این میزنه در اونا، میگه قبیله و مبیله داشته و متحدینی داشته، میزنه عده زیادی رو در یمن میکشه و اون شاهین رو هم میکشه حتی و یمن رو میگیره. اون یکی فیروز چون با یکی از قبایل یمنی وصلت کرده بوده و نسبت مادری با اونها داشته، میره تو اون قبیله همسر خودش، از اونجا آدم جمع میکنه و حمله میکنن به اسود انسی و جنگ بسیار بسیار خونینی باش راه میندازن و بالاخره اسود رو میکشن و یمن رو دست یورو نجات میدن. وقتی هم که این خبر به پیغمبر اسلام میرسه که در حالت مریضی و روزهای آخر عمرش بوده، میگه این خوشترین خبری است که در عمرم به من رسید. خب بدون تردید در یک جامعه چند میلیونی در 1400 سال پیش که آثار مکتوب بسیار زیادی هم ازش باقی نمونده، ما میباید دو فرض داشته باشیم. یک اینکه عده‌ای به اکراه دین رو پذیرفتند و عده‌ای هم استقبال کردن از این دین. باشه، چرا؟ برای اینکه این خدا همون خدا بود، فقط اسمش عوض شده بود. مورخین پیوسته نوشتن که عرب حمله کرده، امپراتوری رو زایل کرده، دین رو هم از بین برده و خدای ایرانی ها رو عوض کرده. ولی ایرانی ها این خدایی رو که بهش معرفی کردن با اهورامزداش فرقی نداشت، علل خصوص بهشت و دوزخ این خدا رو خود ایرانی ها 400 سال پیش ساخته بودند. این بهشت و دوزخی که همه اعتقاد دارن که به تقلید از بهشت و دوزخ یهودیان نوشته شده، چنین نیست، ابدا چنین نیست. بهشت یهودی ها در یه محل مشخصی روی زمین قرار داشته. این بهشتی که در آسمان هاست و بعد از موت تو بهش وارد میشی، این رو مغان زرتشتی نوشتن. کتابش همین الان وجود داره، تاریخ نوشته شدن کتاب وجود داره. این کتاب در قرن سوم میلادی به وسیله یکی از موبدان بزرگ به نام ارداویراف تقریر شده و سایر مخا و موبدان هم این رو نوشتن. داستانش هم از این قراره که چون شیرینه براتون تعریف میکنم، که حالا آغاز اتحاد دین و دولت و برای تبلیغات دینی فعالیت‌های مستمر رو پابرجای احتیاج هست و اینها به تقلا افتادن که برای دین، برای دین زرتشتی که با آیین‌ها و رسم و رسوم‌های جدیدی میبایست شروع به کار بکنه، متفاوت از گذشته کارهایی بکنند. یکی از این کارها این است که 6-7 نفر موبد بزرگ جمع میشن و تصمیم میگیرن، میگن که ما بهتره که یکی از این موبدانی که در این جلسه هستن بکشیم، بفرستیم به اون دنیا، از اون دنیا برای ما خبر بیاره. و این کارم قرعه کشی میکنن، میفته به ارداویراف. ارداویراف خواهرهاش زنش بودند، زنهاش میان میگن آقا اینه یه بکشید این دیگه زنده نمیشه که به شما جواب بده و سوال شما بدون جواب میمونه، ما هم بی سرپرست و بدون نانآور میمونیم. این چه کاریه؟ فکر میکنم میبینن درست میگن اینا. خود ارداویراف میگه که آقا شراب گشتاسبی به من بدید بخورم، با این کار از هوش این دنیایی میرم بیرون و وقتی برگشتم خبرها رو براتون میارم. شراب گشتاسبی شرابیه که توش کوکنار قاطی کردند، همینی که بعدن ازش تریاک گرفته شده. این جناب موبد این شراب رو میخوره
و 7 شبانه 7 روز میخوابه. وقتی از خواب بیدار میشه دورش جمع میشن میگن چی دیدی، و این تعریف میکنه که منو بردن نمیدونم آذر فلان، منو دعوت کرد از روی پل صراط عبور داد. البته نه گفته پل صراط، گفته پل اینجو چینوک، پل چینوک یادم رفته درست. این چه شکلی بود این پل؟ میگه این پل شبیه تیغه شمشیر بود. اگر آدم ثوابکار بود پاش میذاشت رو پهن، رو پهنای این شمشیر. گناهکارا که میخواستن رد بشن شمشیر مسیر چیزش حالتش عوض میکرد، اونا باید نوک پاشونو بذارن رو نوک تیز و برنده شمشیر، در نتیجه اینا سقوط میکردن توی دوزخ. اونهایی که رد میشدن، منم از روی اینا رد شدم و رسیدیم به بهشت و من بزرگان و دین رو دیدم، چه کسانی رو دیدم که چه غرفه هایی بهشون داده بودن، چه همسرانی داشتن، چه جویهای آب و چه جویهای عسل، و این این تعریف هایی که از بهشت هست. همه تعریف هاش از بهشت میکنه، بعد میرسه به جهنم، ایشون رو میبرن دوزخ هم بازدید کنه. در دوزخ آنچرا که میخواستن جزء منهیات دین زرتشت قرار بدن، منع بکنن، مرتکب به جرمشو اونجا دیده آقا، و آزار و اذیتی که در اونجا دارن نسبت بهش اعمال میکنند رو این شرح میده. میگه من اونجا زنی رو دیدم که از مچ پا آویزون کرده بودن و سینه های این زن رو چند تا عقرب هی نیش میزدن. پرسیدم که این زن بیچاره چه کار کرده که به این روز افتاده؟ گفتن این کسی است که وقتی که فرزند زایید از سینه خودش به بچه شیر نداد. مردی رو دیدم که یک نیمسوزی رو مثلا در ماتحتش فرو کردن، داره از اون دود بلند میشه و همینطور هم به بدنش شلاق میزنن. گفتم این چه کار کرده؟ گفتن که این همجنس باز بوده. تمام منهیاتشون رو یکی یکی یک نفر آدم رو در دوزخ ساختند، یه مجازاتهایی رو برش اعمال کردند و سپس این شرحش رو نوشتند و این شده اون دوزخی رو که ما میشناسیم. باری تفاوت زیادی نبود، فقط اسم اهورامزدا به الله تقسیم شد و بعد هم دروغهای قوم عرب مردم رو ناامید کرد، و چون ناامید کرد رستاخیز مردم، مقاومت مردم آغاز شد. این مقاومت ها به چند دسته تقسیم شد. یکیش در سپاه دشمن رفتن و با خلیفه جنگیدن که مواردش بسیار زیاده، تمام اینا با شکست مواجه شدن. سپاهی تشکیل دادن به صورت مستقل و با خلیفه جنگیدن که اونم مواردش مثل مورد یعقوب لیس، اونم نتونست به فتوحاتی برسه جز شکست و قربانی کردن تعداد بسیار زیادی اشخاص، کارش به جای مهمی نرسید جز گرفتن سیستان. اما ایرانیانی که میخواستند غرور ملیشون رو به رخ عرب بکشن و بگن که ما مردم برتری بودیم، مردم بزرگتری بودیم، شروع کردن به ترجمه آثار دوره ساسانی به زبان عربی. این ترجمه ها گسترش پیدا کرد، زیاد شد. البته زمان هارون الرشید هم اونها دارالترجمه هم درست کردند و این کارو توسعه هم دادند، ولی آدم های بزرگی در ایران مثل ابن مقفع و خیلی کسانی دیگر، علی مسکویه، پیدا شدن که شروع کردن به آثار ارزشمند فرهنگی ایران رو به عربی ترجمه کردن. این آثار میشه پایه فرهنگی برای مردم عرب، مردم عربی که تا به حال بادیه نشین بودند، مردمی که با واژه‌های بسیار گسترده‌ای، با واژگان بسیار گسترده‌ای سر و کار نداشتند. چادری بوده و بوزی و اسبی و سپری و شمشیری و یه چاه آب. وقتی که
یک انسان در یک واحه با 3-4 تا چادر دوری 4 آب، یه جای دیگه چون اون آب کمی بیشتره 7-8 تا چادره، جای دیگه که یه خورده آب بیشتره 10-15 تا چادره. این پراکندگی جمعیت، این انفرادی زندگی کردن هرگز سبب نمیشد که واژگان عربی گسترش پیدا بکنه و زبان عربی به یک زبان متعالی بزرگی برسه. چنین نبود. وقتی که آمدن سرزمین های شرقی رو فتح کردند و ایرانی ها شروع کردن به ترجمه آثار ایرانی و یونانی و هندی به زبان عربی، عربی زبان شکوفا شد. حتی مشکلات دستوری زبان عربی هم در بین اعراب کسی نبود بتونه حل کنه و چیزی تدوین کنه. بازم علی مسکویه ایرانی این کاری کرد. من چقدر وقت دارم؟ ببخشید. اوکی، میبخشید. من عرض کنم به حضورتون که چون وقتم رو به اتمامه، میخوام که این مطلب رو زودتر سرتش هم بیارم که به نکته بعدی برسم. ایرانی ها به خاطر نمایاندن غرور ملی خودشون، نشان دادن این که ما مردم برتری بودیم، ما مردم بزرگتری بودیم و هستیم، شروع کردن به ترجمه آثار خودشون و ارائه دادن. این مردم تشکیل یک گروه خاصی رو دادن به نام شعوبیه، که از دل این شعوبیه آدم‌های بیرون میاد مثل ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه رو در میاره. و همینجا ناگفته نماند که اگر قبلا ابن مقفع خدای‌نامه رو به عربی ترجمه نکرده بود، 200 سال بعد ابوالقاسم فردوسی منابع زیادی نداشت، برای که اون تفلک مقدار بسیار زیادی از املاک کشاورزیش و زمینهاش رو در مقابل 1-2 از اوستا یا خدای‌نامه که پراکنده شده بود این طرف اون طرف میخرید، ولی مدارکش کامل نبود. کاملترین مدرکی که دست ابوالقاسم فردوسی بود ترجمه عربی خدای‌نامه بود. حالا ما الان میفهمیم که ترجمه های آثار ساسانی به زبان عربی چقدر مؤثر بوده برای پایداری فرهنگی ایران. خب. ارتباط یکی دیگه از نکاتی که من این روزها در مردم میبینم، مقالاتی مینویسن دوستان ایرانی من و میخوان که زبان فارسی رو از واژه‌های عربی خالی کنند، پیرایش کنند، نمیدونم فارسی، اصرار دارن که فارسی خیلی خوبه، ولی واقعیت این است که تمام زبان‌های مجاور در همدیگه نفوذ می‌کنند و به همدیگه واژه میدن و از همدیگه واژه می‌گیرند. مگر زبان ایتالیایی کم واژه فرانسوی یا انگلیسی داره؟ یا زبان انگلیسی کم واژه فرانسوی و ایتالیایی و اسپانیایی و نمی‌دونم اینا داره؟ اونام یه زبان لاتینی بوده، یه مقدار واژه‌ها رو ریخته تو این کشورها و اینا دارن مصرفش می‌کنند. باری این گروه مردمی که از طریق فرهنگی شروع کردن به مقاومت در مقابل عرب و از طریق فرهنگی خواستن برتری خودشون رو ثابت کنن، به مدارج وزارت میرسن و به مدارج حکومت میرسن و حکومت‌های ملی رو تشکیل میدن و در این حکومت‌های ملی است که ما میبینیم آداب و رسوم ایرانی پایدار میمونه و توش هم قول‌های بزرگ مثل ابوعلی سینا و ابوریحان بیرون میاد. چرا اینا دیگه در قرن‌های بعدی به وجود نیومدن؟ می‌خوایم به اونجا برسیم. فعلا این برنامه مثل که تموم شد، این چراغ خاموشی برنامه من روشن شد، یعنی من کارم تمومه. تا جلسه بعدی، روز روزگار به شما خوش.